با درود مجدد خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، این جانب پدام طنازی با برنامه دیگه از استکهلم سوئد در خدمت شما هستم. موضوع برنامه امروز ما گروگانگیری در جمهوری اسلامی به عنوان ابزار فشار سیاسی. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته با دستگیری اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها از آنها به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و تحقق اهداف خود استفاده کرده است. این رویکرد نه تنها نقض حقوق بشر محسوب می شود، بلکه به روابط دیپلماتیک بین‌المللی نیز آسیب میزند. ما در اینجا میخوام به بررسی موارد مختلف دستگیری و گروگانگیری در توسط حکومت اسلامی و سرنوشت افراد دستگیر شده و پیشنهاداتی برای حل این مسئله بپردازم. در اینجا به موارد دستگیری و گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی می‌پردازیم که شامل 1. نازنین زاغری که ملیتش بریتانیایی ایرانی بود و به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود در آوریل 2016 و سرنوشتش هم این که بعد از پس از سالها حبس در ایران و مذاکرات متعدد بین ایران و انگلیس، نازنین زاغری در مارس 2022 آزاد شد. دومین نفر مایکل وایت که ملیت آمریکایی داره و توهین به مقامات جمهوری اسلامی و رهبر حکومت جمهوری اسلامی و دستگیریش در جولای 2018 بوده و سرنوشت هم که در ژوئن 2020 آزاد میشه و به آمریکا برمیگرده. و سومیش یوان فلوروس که ملیت سوئدی داره و به اتهام جاسوسی دستگیر میشه در آوریل 2022 و سرنوشتش مبادله میشه با حمید نوری. و احمد رضا جلالی هم که ملیت ایرانی سوئدی داره و به دلیل اتهامات امنیتی و همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی برای اسرائیل دستگیر میشه در تاریخ 26 آوریل 2016 و سرنوشت هم این که همچنان در زندانه و خطر اعدام قرار داره. و دلایل و انگیزه ها رو ما باید اینجا میخوام بررسی کنیم که دلایل و انگیزه هایی که جمهوری اسلامی این کار میکنه چیه. ببخشید. دستگیری اتباع خارجی و دو ملیتی ها توسط ایران معمولا به دلایل سیاسی انجام میشه و این دلایل سیاسی این که این افراد اغلب به جاسوسی و یا فعالیت های ضد امنیتی متهم میشوند. حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی از این افراد به عنوان ابزار چانه‌زنی و به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات دیپلماتیک و همچنین برای فشار بر کشورهایی که با سیاست‌های ایران مخالف هستند استفاده می‌کند. راهکارهای پیشنهادی برای حل این مسئله می‌پردازیم. 1. ابزار فشار دیپلماتیک، تحریم‌های هدفمند، افزایش آگاهی عمومی، تشکیل کمیته بین‌المللی و افزایش آگاهی عمومی و تشکیل کمیته بین‌المللی. افزایش فشار دیپلماتیک، کشورهای خارجی باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل به اتحادیه اروپا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنند تا این کشورها
تا این کشور را وادار به رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی کنند. تحریم‌های هدفمند. تحریم‌های هدفمند اعمال تحریم‌های هدفمند علیه افرادی که مسئول دستگیری و گروگانگیری هستند می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در نظر گرفته شود و حتی تحریم‌های مقامات جمهوری اسلامی مثل از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری و وزیر اطلاعات و فرمانده کل سپاه تا به پایین و افزایش آگاهی عمومی، افزایش آگاهی عمومی رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری باید با اطلاع رسانی گسترده و جلب توجه عمومی به این مسئله فشار اجتماعی و بین‌المللی یا به حکومت ایران افزایش دهد که شامل به قول معروف رسانه از یوتیوب گرفته تا تلویزیون های خارج نشین اینا میتونن فشار بیشتر به جمهوری اسلامی وارد کنن و سازمان های حقوق بشری. تشکیل کمیته بین المللی. تشکیل کمیته بین المللی ایجاد یک کمیته بین المللی برای نظارت بر وضعیت زندانیان سیاسی و دوتابیتی و ارائه گزارش های دوره‌ای به سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی میتواند به شفاف سازی و بهبود وضعیت کمک کند. نتیجه این صحبت های من و نتیجه این مسئله امروز، موضوع امروز ما این هست که گروگانگیری اتباع خارجی و دوتابیتی ها توسط جمهوری اسلامی یک چالش جدی در حوزه حقوق بشر و روابط بین الملل است. با افزایش فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند میتوان به تدریج این مشکل را حل کرد و از تکرار آن جلوگیری کرد. همبستگی و همکاری بین المللی کلید حل این بحران انسانی است. امیدوارم که این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشد. تا برنامه دیگر بدرود. پاینده باد ایران، پاینده ایران.